عطا محمد نور و خطرناکترین قاتل در افغانستان افشا شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید روزانه ما با خبر شوید. عطا محمد نور خطرناکترین قاتل در افغانستان افشا شد. عطا محمد نور قیصوری قاتل هست. عطا محمد نور در یک مصاحبه ویژه با تلویزیون یک نظام الدین قیصوری را با اوباش و قاتل عنوان کرده است. آقای نور گفته است که قیصوری قاتل خانم خشوع و خسربورهش هست و صدها دوسیه دارد. در عین حال یک پارچگی حوزه جمهوریت امر محال می نماید. این امر اتفاق تازه‌ای نیست. در 40 سال گذشته بارها ائتلاف ها هم رکوبی ها هم پیمانی ها و همراهی ها یک شبه تغییر کرده است. دلیلش این شکنندگی نیست. مشخص بوده معیار کار و پیکار گنشگران سیاسی به جای آن که ارزش ها بوده باشد منافع زودگذر فردی و تیمی بوده است. امروز در یک مسیر با یک داهیه فردا در مسیر دیگر با داهیه تازه تر. این رسم مسلط سیاست و سیاست ورزی در این سرزمین هست. اکنون نیز چنین هست. برخلاف بلوف‌های مرسوم و معمول، جمهوریت و ارزش‌های آن برای بسیاری‌ها چیز جز فرصت برای ما نوردهی و نقاب برای دنبال کردن منافع شخصی و گروهی نیست. ما بارها دیده‌ایم که خطوط سرخ گنشگران به شکل باور نکردنی و برق آسا زرد شده. موضوع گیری ها 180 درجه تغییر کرده. داهیه رنگ باخته و خواسته تازه تهر شده است. مستاق روشن این ادعاها موضوع گیری ها و اظهار نظری های کار گزاران قدرت و سیاست در پیوند به نامه وزیر خارجه امریکا به سران حکومت درباره روند صلح است. طبق معمول هر کس راه خودش را رفته است. عده موافق، عده مخالف و عده هم مترس اوضاع اند. مخالفت موافقت و سکوت. بازیگران نه از روی یک فکر و داهیه استراتژیک و آینده نگرانه، بلکه از موضوع منفعت های شخصی جناحی و جذبیشان هست. این حرف ساده انگاری مسئله نیست، متاسفانه واقعیت کشور است. واقعیت تلخ و بسیار ناراحت کننده. دولت دموکراتیک افغانستان به دنبال امضای موافقت نامه های جنوا و سپس خروج قوای شوروی از کشور دچار خطای بزرگ و کشنده ای شد. مسئولان جذبی و دولتی به طور یک جانبه بدون آنکه طرف مقابل گامهای معطوف به نتیجه در مسیر صلح بردارد به اجرای مفاد توافقنامه پرداختند. خروج قطعات ارتش سرخ در زمان پیشبینی شده در موافقت نامه تکمیل شد. روند غیر جذبی سازی دولت در دستور کار حکومت قرار گرفت. مشی مصالحه ملی نجیب الله به مثابه پلان عمل دولت در امور صلح به گفتمان مسلط در حزب و حکومت تبدیل شد. این در حالی بود که به نظریات مخالف مسئولان جذبی و دولتی کمتر توجه می شد.
و با وصف آنکه جمع بزرگی از اعضای پیروی سیاسی جذب و مسئولان ارشد دولتی با شیوه تطبیق و در موارد با طرح مشی مصالحه ملی از بنیاد مخالف بودند. رهبری دولت و مشاوران روسی آن به این مخالفت ها توجه نکردند. نتیجه چیزی شد که نباید می شد. صلح‌خواهی به جنگ تمام عیار و به مراتب ویران کردر از گذشته انجامید. بیچاره افغانستان بود و مردم افغانستان. نهادهای ملی فرو پاشیدند. صدها هزار تن قربانی و میلیون ها نفر آواره شدند. امروز متاسفانه وضعیت بدتر از آن زمان هست. در دولت دموکراتیک افغانستان هر چند خطاها بسیار بود و اشتباهات فراوان، اما موضوع گیری ها و باورهای گنشگران یک شبه تغییر نمی کرد. در صد بزرگی از مسئولان به وطن دلسوز و به آرمانشان وفادار بودند. مخالفت افراد با طرح‌ها و شیوه تطبیق آن از روی وطن پرستی و خیرخواهی جمعی بود، نه برای کرسی‌های حزبی و دولتی. موافقت افراد نیز به دلیل یک پرداشت اشتباه بود که فکر می‌کردند چنان مسیری به قطع جنگ و خونریزی در کشور می‌انجامد و صلح و آرامش را به وطن برمی‌گرداند. البته این به معنای آن نیست که گویا گنشگران در دولت دموکراتیک افغانستان همه نگاه خیرخواهانه و میهن پرستانه به تلاش‌های آشتی جویانه داشتند. بدون شک عده در بادلاق حسیبت قومی و ناسیونالیسم سقوط کرده بودند و با کارزار صلح‌خواهی و آرمان بازگشت وطن به هم زیستی و صلح بار بار زخم زدند و خیانت کردند. در یک کلید اما جبهه وطن پرستان بسیار قوی بود. آنان اگر در مورد مفاد طرح و یا شیوه تطبیق آن در جبهه های مخالف از هم قرار داشتند، به این دلیل بود که هر جبهه پرداشت متفاوتی از وضعیت داشت. تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.